صدمات ناشی از بلایای طبیعی و تغییرات آب و هوایی هر سال خسارت‌های فراوانی را بر جای می‌گذارد. با این حال، هنوز بسیاری از کشورها چاره‌ای برای کاهش این خسارات نیندیشیدند. در مقابل، برخی کشورهای پیشرو در تلاشند با در دستور کار قرار دادن قوانین و طرح‌های تشویقی، اثرات منفی این بلایا را به حداقل برسانند و راه حل‌هایی را برای مقابله با سیل و کاهش خسارات آن تدارک دیدند. ژاپن بعد از تجربه سیل‌های ویرانگر، مانند آنچه در سال 1947 رخ داد و جان هزار نفر را در ژاپن گرفت، دولت این کشور تونل‌های زیرزمینی و موتورهای پمپاژ غول‌پیکری را برای کنترل مسیر سیلاب‌ها احداث کرد. ساخت این تونل‌ها در سال 1993 آغاز شد و 13 سال به طول انجامید. برای مثال، در کانال تخلیه زیرزمینی متروپولیتن، سیلاب از مناطق مختلف توکیو جمع‌آوری و به سوی کانال هدایت می‌شود. سیلاب ابتدا وارد تانکرهای استوانه‌ای شود و سپس از طریق آبراه‌های زیرزمینی به سیلوهای عظیم در عمق 50 متری زمین می‌رسد و در نهایت موتورهای پمپاژ در هر ساعت 200 تن آب را در رودخانه تخلیه می‌کند. به گفته مقامات شهر توکیو، این سیستم توانسته حجم خسارات سیل در این کلان شهر را تا 90% کاهش دهد. بنگلادش یکی از سیل خیزترین کشورهای دنیاست، اما طی سالهای اخیر در مقایسه با کشورهای پیشرفته تلفات کمتری دیده است. دهه 70 میلادی نقطه عطفی در بنگلادش بود و سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای کنترل میزان خسارات بلایای طبیعی انجام شد. به طوری که مدیر مرکز بین‌المللی توسعه و تغییرات اقلیمی میگوید، اکنون بنگلادش قادر است پیش از وقوع هر گونه سیلاب و طوفان بین 2 تا 3 میلیون شهروند را به مناطق امن هدایت کند. نصب سیستم‌های پیشرفته پیش‌بینی آب و هوا، اندازه‌گیری فشار و سنجش میزان قدرت و تشخیص مسیر طوفان و پیش‌بینی وقوع سیلاب نخستین علل کاهش تلفات سیل در بنگلادش است. عامل دیگر طبیعی پناهگاه هاست. بنگلادش در سال 1970 تنها 42 پناهگاه داشت، اما حالا بیش از 12,000 پناهگاه با توان گنجایش 5 میلیون نفر دارد. در کنار اینها، تغییر فرهنگ و آموزش عامل دیگری برای کاهش تلفات ناشی از سیل و بلایای طبیعی در بنگلادش بوده. تا چند دهه قبل، هشدارهای هواشناسی تنها به مردان بنگلادشی داده می شد و زنان عملاً از پیشروی طوفان و سیلاب بیخبر بودند. اکنون اما وضع تغییر کرده و حتی پناهگاه‌ها دارای اتاق‌ها و سرویس‌های جداگانه مردان و زنان است. علاوه بر این، در کتاب‌های درسی آموزش‌های کاملی برای مقابله با سیل ارائه می شود و هزاران نفر نیز آموزش دیدند تا در مواقع بحرانی بتوانند به شهروندان کمک کنند. در نتیجه این سیاست‌ها، تلفات سالانه سیلاب و طوفان در بنگلادش از 300 هزار نفر در سال 1970 به 26 نفر در سال 2020 رسید. چین. It's raining again in China. 60% از جمعیت حدوداً 1.5 میلیارد نفری چین در شهرها زندگی می‌کنند و پرجمعیت بودن شهرها و تبع آن تخریب بافت جنگلی در برابر سیلاب چالش بزرگی برای کنترل تلفات ناشی از بلایای طبیعی است. به منظور مقابله با این بلایا، دولت چین طرح شهرهای اسفنجی را در 16 نقطه این کشور اجرا کرده. طرحی که هم جلوی راه افتادن سیلاب را می‌گیرد و هم بخش زیادی از آب جمع‌آوری شده را ذخیره می‌کند. در طرح شهرهای اسفنجی، کف خیابان‌ها و پیاده‌روها با مواد مخصوصی سنگفرش می‌شوند. در این فرآیند بخشی از آب بخار می‌شود و بخش عمده آن توسط سنگفرش‌ها جذب می‌شود. برای افزایش بهره‌وری، فضای سبز حتی در سقف ساختمان‌ها اجرا می‌شود تا میزان جذب باران بیشتر شود. دولت چین می‌خواهد تا سال 2030 با مجهز کردن 30 شهر 80% حجم آب سیلاب‌ها را جذب کند و 70% آن را به چرخه مصرف بازگرداند. این ایده در کنار حفاظت از مردم در برابر سیلاب، سرعت تغییرات آب و هوایی را کاهش می‌دهد. هلند. 2/3 اراضی هلند با آب پوشانده شده و همین مسئله باعث شده این کشور با مشکلاتی مثل سیل و طغیان رودخانه‌ها دست و پنجه نرم کند. مقامات هلند از سال 1953 به فکر مقابله با تبعات سیل افتادند و حالا سال‌هاست این کشور کار ساخت سیلبند غول‌پیکری با نام مانع ماسلند را به عنوان یک دیوار دفاعی در برابر رودخانه روتردام به اتمام رسانده است. اجرا و توسعه این طرح 40 سال زمان برده و اکنون موفق شده مردم خود را از خطر سیل پا و خسارت آن حفظ کند. بازوهای سیلگیر روتردام اغلب باز هستند تا کشتی‌ها بتوانند رفت و آمد کنند. اما به محض طغیان رودخانه و جاری شدن سیل، بازوها مسیر سیل را می‌بندند. روسیه.
سن پترزبورگ روسیه از سال 1703 حدود 270 سیل را تجربه کرده که شدیدترین آنها در سال 1824 ثبت شد. سیلی که ارتفاع امواجش 4 متر بالاتر از امواج معمولی بود و 450 خانه را ویران کرد. مقامات روسیه در سال 2011 با احداث یک سیلگیر تلاش کردند از رسیدن سیلاب به این شهر جلوگیری کنند. آنها از یک بازوی هیدرولیکی بهره گرفتند که قادر است شهر را در برابر امواج 5.5 متری نیز حفاظت کند. این سیلگیر قولپیکر هم اکنون به عنوان یک راه آبی میان دریای بالتیک و سن پترزبورگ نیز استفاده می شود.